محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن به ما پیوستن. خوش آمدید آقای سازگارا. بزنین از این سوال شروع کنیم که انتخاب کسی به عنوان مخبر به این سمت، معاون اول رئیس جمهور، چه مفهومی داره دقیقاً، به خصوص بعد از این شکستی هم که در پروژه واکسیناسیون خورد؟ من فکر میکنم که کلکسیون تکمیل شد، برای اینکه رئیس دوزا هم به کابینه رئیس جمهور قاتل اضافه شد. ببینید این آقای مخبر رئیس بزرگترین کارتلیه که چند سال پیش 95 میلیارد دلار برآورد میشد. من الان شنیدم بالای 150 60 میلیارد دلار از ثروت کشور رو تصاحب کرده. کسی واقعا نمیتونه بفهمه تو این تاریک خونه ها چه خبره و دستش توی هر جای نون و آبدار کشور، از واکسن اگر 2000 توش پول بوده دست کرده تا نفت، به خصوص پروژه های نفتی، گازی و غیره هست. هست به معمول هم آقازاده ها و اطرافیایی دارند که بخور بخور میکنند. و چند سال پیش صحبت از این بود که دست کم 5000 واحد مسکونی مردم رو به زور تصاحب کرده. اخیراً ها من شنیدم عدد حتی به 40-50 هزار ملک مردم هم رسیده. نمیدونم واقعا عدد درست کجاست. بنابراین اضافه شدن رئیس دزدا به کابینه گنگسترا و آدم کشا به نظرم مفهومش این است که باندهای مافیایی کشور که اونها و یک جوری هم همشون به شخص خامنه‌ای وصل هستند، دست انداختن دولت رو هم که هزار و یک گرفتاری هم داره، اون رو هم راحتش کنن، دستشون بگیرن که دیگه التماس هم نکنن یا کشمکش نداشته باشن اگر میخوان یه پروژه نفتی رو بالا بکشن یا پولای تو خزانه رو بردارن. بنابراین رفتن آقای مخبر فکر میکنم که این نتیجه رو داره. یک نتیجه سیاسی مهم هم داره و اون این است که آقای خامنه‌ای از پشت پرده بیرون اومده، آنچنان که مردم گرفتن دومشو کشیدن بیرون و دارن فحش بهش میدن. اجازه بدین الان که این رو اشاره کردین اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم که این انتخابات رو بسیاری پروژه شخصی علی خامنه‌ای میدونستن، الان این انتصاباتی که انجام شده امروز، هم آقای مخبر، هم غلام حسین اسماعیلی که رئیس سازمان زندان‌ها بوده، سخنگوی قوه قضاییه بوده، الان رئیس دفتر ابراهیم رئیسی شده، اینا چه نشونه های بیشتری میده اون پروژه شخصی علی خامنه‌ای که الان هم شما بهش اشاره کردین چه ابعاد تازه‌ای ازش روشن شده؟ بله، به قول جمله‌ای که خود شما به کار بردید، دفتر رئیس جمهور بیش از پیش در اختیار بیت رهبری است. کاملا. ببینید آقای خامنه‌ای دیکتاتوری بوده که 32 ساله که به این مسند تکیه زده، همیشه اون پشت می‌نشسته و بازی می‌کرده، هیچ مسئولیتی را هم نمی‌پذیرفته. به تدریج همه ارکان سیاسی، نظامی، اطلاعاتی و مالی و اقتصادی و تبلیغاتی کشور رو در کنترل خودش گرفته. واقعا بیش از 80-85% همه منابع قدرت پولی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رو در کنترل گرفته. این آدم باز هم دلش بخواست اون پشت بشینه، ولی فکر میکنم با توجه به اینکه مردم در واقع کشیدنش بیرون، چاره ای نداشته جز اینکه بیاد جلوی پرده و علی‌رغم میلش که نمیخواد مسئولیت هیچ کدوم از این تبهکاری ها رو بپذیره، الان مسئول بوله. رفتن مخبر به نظر من به لحاظ و خود رئیسی هم و به قول شما از خود همین انتخابات به این ور، کاملا یک تحول سیاسی رو هم در کشور نشون میده و اون این است که حالا دیگه دیکتاتور ایران یک طرف ایستاده با همه لشکر و اعوان انصارش و ملت ایران هم در سوی مقابل ایستاده و خواستار برکناری او و کل نظامش و دستگاه ولایت فقیه. مخبر به نظر من یکی دیگه از غلامان خانزاد و چاکران جان نثار بیت تیم شخص خامنه‌ای است که الان به دومین فرد دولت تبدیل شده.
ممنونم از شما محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن با ما همراه بودید.